خب مجری هستم از طریق رادیو سوای بقیه موارد. میخواستم یک کم بدون شیل پیله و صاف و صوف و به قولی راک صحبت کنم. یکی این که آقای منذری عزیز، این حفظ تمامیت ارضی کشور از سیستم غیر متمرکز، این منظور چیه؟ این چیه؟ آیا به قول بعضی ها منظور از تجزیه هست؟ شما بفهمید. راستش من همچین من و یقین دارم بسیارانی هزاران هزار مخاطب ما، چه اکنون که مستقیم میشنون چه ساعتها و روز آینده، همین انتظار از شما دارم و همین بیوگرافی و عقبه رو شما ثابت کردیم عنوان مدیر مسئول رادیو و شبکه جهانی شهروند، که بایستی همه چی عنوان اصحاب رسانه سوال بشه، صحبت بشه، حتی هر دغدغه، هر شک و تردید، تا بتونیم در این محفل جوابگو باشیم، تا بتونیم شک و شبهه ها رو برطرف کنیم، تا بتونیم اگر دوستان دلسوزی دارن همزمان الان صحبت های ما رو میشنون ولی دلنگرانی دلشوره دارن، بتونیم با گفتن حقایق، با توصیف کردن، با توضیح دادن این دلشوره رو برطرف کنیم و کسانی رو که خب به عمد ایراداتی میگیرن و خواهان این نیستن که این اتحاد ملی صورت بگیره و این شورای ملی تصمیم بشود، شورای ملی تصمیم 85 میلیون ایرانی و آنها حسابشون و حساب کتابشون جداست. من شخصا چنین انتظاری از شما دارم. دوست دارم سوالات چالشی باشد، دوست دارم حتی پچ پچ، همهمه، شایعه، هر آن چیزی که من یقین دارم شما پیگیر در طول 24 ساعت گذشته، یقین دارم و از نزدیک میدونم که بیش از 10 ساعت دنبال کردیم مباحث رو در روز، حتما بپرسین، چرا که نه، در مورد آن چیزی که حفظ تمامیت ارضی کشور است، این جز خطوط قرمز ششگانه است که کسی که وارد میشود به عنوان عضو یا حامی یا هر آن کسی که هموطنان ما در چهار گوشه دنیا دارن این صحبت رو از من به عنوان یک عضو ساده این به حساب مجموعه و از سخنگوان، سه سخنگوانی که به حساب حتما یقین دارم که روزی روزگاری از همین تریبون هم آن کسی که فعلا در بند جمهوری اسلامی است، دکتر کمال جعفری یزدی، یا آن کسان دیگر از سخنگوان از جمله آقای دکتر مسعود نقره‌کار هم که در این رسانه قبلا افتخار داده بودن، میتونیم صحبت کنیم راجبش. به نظر من خیلی مشخصه و چی، اما اگری بهش نمیچسبه آن چیزی که حفظ تمامیت ارضی کشور با تاکید بر نظام غیر متمرکز، نظام غیر متمرکز رو من نمیدونم در این مجال و فرصت چقدر میتونم صحبت کنم ولی یک مقدار وقت خواهد گرفت. نظام غیر متمرکز از اینجا شروع میکنم، خیلی ساده، روان، سلیس، به قول شما بدون هر گونه حاشیه و یا خود سانسوری یا سانسور رسانی، نظام غیر متمرکز همان نظامی است که در چهار گوشه دنیا در سال به سال هزاره جدید، در همین سال میلادی که ما به سر میبریم و یا 1401 در اقصانقات دنیا تجربه شده. به باور من ایران ایرانی بعد از این 43 سال سیه روزی بایستی یاد بگیرد، بایستی تصمیم بگیرد، تصمیم ملی بگیرد که از دنیای مدرن و راهکارهای دنیای مدرن برای یک زندگی مسالمت آمیز، درخور، شایسته، یک زندگی نرمال در اروپا، در هر قاره از کره خاکی بخواهد نمونه هایی رو بخواهد حتی نمونه گذاری کند برای ایران آباد و آزاد. یعنی نظام غیر متمرکز تصمیم گیری هر آن چیزی که سوخت ساز آموزشی، فرهنگی، هنری، بودجه و سالانه استانها، از آن چیزی که در حال حاضر مثلا در شوشتر، در دسفول، در جنوبی ترین شهرهای خوزستان تا در سرخس، از ماکو تا زاهدان تا چابهار، دهدار، شهردار، فرماندار، استاندار، معاونین استانداری بخواهند تمام سکنه هر استان جغرافیایی ایران خودشان بر سرنوشت خودشان تصمیم گیر باشند و این تصمیم مستقیمی باشد. در ایران آباد آزادی که من آرزو دارم و شورای ملی تصمیم قرار است که این آرزوی من و میلیون ها ایرانی رو برآورده کنه با همت 85 میلیون ایرانی، این است که دیگر شرم و عیب آر باشد، مسخره و جوک باشد که مثلا
یک استاندار سیستان و بلوچستان یک گیلانی باشد، مثلا فرماندار بوشهر یک ارومیه ترک آذربایجان باشد، چرا که هر کس با هر زبان، قومیت‌های مختلف و با هر مشخصه و با هر موقعیت جغرافیایی مشخص، قوم‌ها، ایلات و هر تبار زبانی و هر لهجه زبانی بایستی نخبگان خودش رو داره، انتخابات خودش رو داره و این بسیار پذیرفته است و جز بدیهیات دنیای مدرنه. ما دوران فئودالی زندگی نمی کنیم، ما دوران پیشا انقلاب صنعتی زندگی نمی کنیم. ایران بایسته و شایسته ایرانیست که در همین دهه، نه در همین سال، و خودشو باید مقایسه کنه با اقصانقاط دنیا که به یک سرانجام رسیدن مسالمت آمیز، باید خودشو مقایسه کنه. اگر سوئیسی که دارای 3-5 زبانه، اگر کانادایی که استان با استان تفاوت زبانی وجود داره و حتی شرایط اداری یک استان با زبان مثلا فرانسوی زبان در کبک جاری ساری و زبان دوم انگلیسی، باید پذیرفته، نه تنها پذیرفته باشد، باید افتخارآمیز باشد که ما استانهای چند زبانه داشته باشیم با حفظ تمامیت ارضی، چرا که این هم خط قرمزی است. ما یک ایرانی داریم هزاران سال موجود بوده از قبل از این که به حساب دنیای مدرن به وجود بیاد، قبل از این که به حساب حتی در فرهنگ سیاسی کلیسا مسیحیت در امپراتوری روم به وجود بیاد و بخواهد مثلا بیش از 1300 سال با عقبه مذهبی حکومت‌هایی در اقصانقاط دنیا وجود بیاد و به تاریخ ببیونده، ایرانی موجود بوده و این ایران فلحال موجود و به باور من تمام کسانی که دل بیاد ایران و برای آزادی و آبادی ایران می جنگن و می خوان این آرزو رو به سرانجام مقصود برسونن، برای اینکه جنگ داخلی نشود، برای اینکه یوگسلاویزه شدن ایران در آینده محتمل نشود، برای اینکه افغانستان و عراق همشون بزرگترین کابوس های به عنوان همسایه و سرنوشتشون بزرگترین کابوس ایرانیست، متفق قول میگوییم که یک بار برای همیشه و شاید برای اولین بار در طول تاریخ هر آن چیزی که ظلم بوده از ظلم و مزاحف، مثلا 50% از جامعه ایران ظلم و مزاحف بهش شده به خاطری که زن بودن و زن در این قانون شریعه موجود در 43 سال چها که کشیده است، مثلا اقوامی که در چارگوشه مرزی ایران هستند، مثلا روزی روزگاری ام القرای به حساب مسلمانان جهان حاکمیتی حاکم شد به نام حکومت و حاکمی که امتو به عنوان یک حکومت اسلامی تصور کرد و هر آن چیزی که ملی بود و هر آن چیزی که ملیت بود کفر بود و خط قرمز این حاکمیت. مثلا در پایتخت ایران در طول 43 سال گذشته اگر کسی ایرانی باشد و اگر کسی به حساب اهل تسنن باشد، یک متر مربع، نه یک سانتی متر و یا یک میلیمتر، حق بنای جایی رو که عبادت کند ندارد. میتواند بهایی باشد، میتواند به حساب دراویش باشن که چه ظلمایی بهشون شد. به من و ما میگوییم یک بار برای همیشه، روزی روزگاری که سرنوشت خودمون متساوی الحقوق و این زمین مشای 85 میلیون ایرانی در این زمین مشابهان زندگی کنن، یک حق متساوی الحقوق برای کرد است، برای لور هست، برای آذری است، برای سیستانی است، برای هر آن چهار گوشه ایران که بتوانن زندگی مسالمت آمیز داشته باشن و حق انتخاب دهدار خودشونو داشته باشن. یعنی مسخره است، غیر قابل پذیرفتنه و هزار البته نسل‌های آینده اینو به عنوان یک جوک در نظر خواهند گرفت که مثلا یک استانداری از بندرعباس بخواهد بشود استاندار گیلان. کجا میتواند یک صد هزارم یک به حساب کارمند عادی که به فرهنگ اون زادبوم خودش آشناست، به زبان اون زادبوم خودش آشناست پیش بره؟ مسئله رو از زاویه‌های دیگه بارها از من توی رسانه‌های اجتماعی در طول یک هفته گذشته پرسیدن. من میگم افتخاری است، من میگم این ضرورت باید اجبار باشد، اجبار حقوقی قانونی، نه اجبار تحکم. که چرا جناب آقای شریف‌پور، من شما را به شهادت میگیرم و این رسانه و کسانی که در سطح منطقه محلی در اسکاندیناوی ما را میشنوند، همین
کشوری رو که در کشورهای اسکاندیناوی که ما سالیانی زندگی کردیم و بایستی ارمغان داشته باشیم برای هموطنانمون و بگیم چرا کشورهای اسکاندیناوی همیشه 1 تا 5 بهترین های عالمن برای هر نرمی که سازمان ملل در نظر گرفته. چرا؟ به خاطر که زبان مادری بالاترین تکریم و حرمت رو دارد. اجبار است از کلاس سوم دبستان بچه زبان مادری که از سومالی آمده است به عنوان مهاجر، دولت سوئد و وزارت آموزش و پرورش و کمون در سوئد اجبارش میکند که آن زبان مادری رو فراموش نکن. به باور من هر آن چیزی که در ایران آینده من آرزو دارم و امیدوارم خودم و نسل‌های آینده اینو ببینن اینه که زبان فارسی میتواند باشد، ولی آن کرد زبان، آن ترک زبان بل اجبار بایستی واحدهای درسی و ساعت‌های مختلف خودشو با دو زبان پیش ببره. چرا که به حساب احتمالاً شما بدونید من به علم زبانشناسی علاقه وافری دارم، چرا که هر زبانی از نظر لوگاریتم ریاضی به حداقل تا 30% ضریب هوشی یک بچه را برای از زیر 12 سال به اون طرف بالاتر میبره و دانستن هر زبان میتواند باعث شکوفایی بیشتر ذهن ضمیر آن شخص و به عنوان یک عضوی از جامعه باعث شکوفایی آن جامعه بشود. برای یک زبان اسکنه در سوئد و یا فنلاندی هایی که 100 و اندی سال جدا شدن از سوئد در سطح دیپلم، امتحان زبان سوئدی اجباری است تا بخواهند دیپلمشون رو پاس بکنن و گواهینامه دیپلم به حساب تا 11 سال اول رو داشته باشن. چرا که به کشور همسایه علاقمندم و میگن این زبان هم میتواند در افسودی به فرهنگ و هنر و صنعت و هر آن چیزی که مراوده همسایگی است. ما که یک کشوریم، به باور من اینا خورده گرفته میشه. چرا؟ چون عدم باور است. چرا که عقل و خرد جمعی ملی رو ما تجربه نکردیم. چرا که آن هموطن ترکمن، آن هموطن خوزستانی که 70% ثروت 29 استان دیگرم از آنجا می آید، 1/100 آن ثروت رو نچشیده. آن شخص حقش رو از من، حقش رو از شما استاد شریف‌پور یا از مهربانو سرکار انتظاری می خواد و